طالبان در سیومین سالگرد تسلط بر افغانستان در بگرام با موتورسایکل و بشکه های زرد رژه رفتند. محقق هشدار داد که در صورت عدم تمکین طالبان و خواستهای مردم جنگ اجتناب ناپذیر است. از بلند کردن بیرق به شکل اجباری در شهرها تا تهدید معلمان و شرکت در مراسم. دستور طالبان ریاست های معارف 190 هزار افغانی بودجه خود را هزینه تجلیل از 24 اصد اسد کنند. سبقت از رنجر طالبان یک جوان در کابل تیرباران شد. و در اخیر اینکه نخست وزیر ژاپن استعفا کرد. سلام و وقت بخیر با سرویس خبری ساعت شش هزار ورلد با من ریحانه رابی و همکارم بلقیس بهار خوش آمدید مشروح خبرها سران طالبان در پایگاه سابق نیروهای آمریکایی در بگرام با برگزاری مراسم ویژه از 24 اسد و عنوان روز خروج نیروهای خارجی و بازگشت این گروه به قدرت تجلیل کردند در این مراسم نیروهای طالبان با موتورسایکل و بمب‌های دستساز بشکه های زرد رژه رفتند در جریان جنگ به ساله طالبان با نیروهای افغان و بین المللی اکثریت نیروهای طالبان از موتورسایکل استفاده می کردند. های زرد نیز نماد حملات انفجاری و انتحاری این گروه هن که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده است. برگزاری این مراسم در پایگاه بگرام که سه سال پیش بزرگترین پایگاه نیروهای خارجی در منطقه بود اقدام نمادین از سوی طالبان به شمار می رود. در این مراسم عبدالسلام هنفی معاون رئیس زرای طالبان اعلام کرد که طالبان طالبان تلاش های جدی برای استحکام نظام اسلامی و از بین بردن هر نوع تعصب و تبعیض قومی، زبانی و سمتی در کشور را آغاز کرده است. این در حالی است که طالبان به قومگرایی و انحصار مطلق قدرت متهمند. عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان با اشاره به حاکمیت این گروه بر تمام قلم را افغانستان گفت که در پنج دهه هی گذشته هیچ نظامی وجود داشته است که بر تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت داشته و از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشد و ای افزود که هدف اساسی مبارزه طالبان یعنی پایان اشغال و برقراری حاکمیت کامل نظام اسلامی محقق شده است سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان نیز با اشاره به حملات اسرائیل به غزه از مردم فلسطین خواست که امید خود را از دست ندهند او با اشاره به جنگ بیست ساله طالبان با نیروهای آمریکایی گفت که مردم فلسطین نیز روزی آزادی را جشن خواهند گرفت. با خروج اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در 15 آگوست 2021، طالبان بدون جنگ و خونریزی به قدرت رسیدند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هشدار داد که اگر طالبان به خواست مردم تمکین نکند جنگ با این گروه اجتناب است محمد محقق در بیانیه به مناسبت سیومین سالگرد روی کار آمدن طالبان در صفحه فیسبوک خود نوشته است کانها آنها به خواستهای مردم احترام نگذاشتند. آقای محقق که ریاست کمیته سیاسی شورای عالی مقامت برای نجات افغانستان را نیز به عهده دارد روز چهارشنبه 24 اسد در بیانیه خود این خواستها را شامل گفتگو، مشارکت سیاسی، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق اقوام و مذاهب و تأمین حقوق زنان دانست. این چهره جهادی ضد طالبان نوشته است در صورت عدم تمکین طالبان به خواستهای مردم افغانستان و جامعه جهانی پرداختن برای کرد میدانی اجتناب ناپذیر و در این راستا تشریک مسایی همه احزاب و جریانهای سیاسی و جهانیان ضرورت امنیت کشور، منطقه و جهان است. با فرارسیدن سومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان این گروه در شماری از ولایت ها دکانداران را مجبور کرد پرچم طالبان را بر مغازه هایشان نصب کنند. طالبان معلمان، دانش آموزانشان و دانشجویان را هم تهدید کرد که در جشن پیروزی این گروه شرکت کنند. در ویدیوهای رسیده از شهرهای مختلف افغانستان دیده می شود که دوکان ها پرچم طالبان را نصب کردند و جنگجویان این گروه سوار بر موتورهای نظامی و غیر نظامی در سطح شهر گشت زنی می کنند. وزارت معارف طالبان بر ریاستهای معارف دستور داده است که 190 هزار بودجه خود را برای تجلیل از سومین سالگرد تسلط دوباره این گروه بر افغانستان هزینه کنند این مکتوب روز دوشنبه به صدوم اسد از سوی ریاست معارف طالبان در کابل به های معارف این شهر ارسال شده و محتوای آن ریاستهای معارف ولایات را نیز شامل می شود. در این مکتوب آمده است ریاستهای معارف هر ولایت تا 190 هزار افغانی هزینه کرده می توانند این پول از سوی وزارت معارف پس از ارائه اسناد پرداخت می شود طالبان در این مکتوب از رئیسان معارفشان در ولایات خواستند که 24 سو اسد سومین سالگرد تسلط دوباره این گروه بر افغانستان را با ختم های قرآن کریم و ترانه به گونه شاندار تجدیل کنند بر بنیاد این مکتوب تنها وزارت معارف طالبان بیش از 6 میلیون افغانی را هزینه ای تجدیل از 24 اسد کرده است این دستور در حالی ساده شده است که بیش از نیم از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در کنار این دانش آموزان مکاتب در بیشتر از ولایت ها از کمبود کتاب و نبود سنف های درسی رنج می برند. این در حالی است که طالبان در کابل و ولایت دانش آموزان مکاتب دولتی و خصوصی را مجبور به اشتراک در مراسم سالگرد این گروه بر کشور کردند. منابع میگویند که طالبان یک جوان تازه عروسی شده را در شهر کابل با ضرب گلوله به قتل رساندند به گفته منابع جنگجویان طالبان روز سهشنبه 23 اسد حمید جلال را در ساحه کارت نو شهر کابل به دلیل پیشی گرفتن موترش از رنجر مربوط به این گروه برکبار بستند بر اساس اطلاعات منابع دو گلوله به سر جلال اصابت کرده و به دلیل زخم های شدید در شفاخانه جان باخته است این جوان باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ننگرهار و فارغ تحصیل دانشکده کمپیوتر ساینس بود منابع افزودهاند که جلال به تازگی ازدواج کرده بود طالبان پیش از این هم جوانان را به اتهام عدم توجه به ایست بازرسی این گروه در نقاط مختلف شهر کابل به قتل رساندند. بخ... فومیو کیشیدیا نخست وزیر ژاپن در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که در ماه سنبل کنار می رود. او به دوره سه ساله نخست وزیری پر از جنجال سیاسی خود پایان می دهد و راه را برای نخست وزیر بعدی هموار می کند تا به افزایش قیمت ها رسیدگی کند آقای کشدیا روز چهارشنبه 24 مهرزاد در سخنرانی خود گفت من تا ماه سپتامبر به انجام هر کاری که با عنوان به عنوان نخست وزیر بتوانم انجام دهم ادامه خواهم داد و افزود که به دنبال انتخاب دوباره و رهبری حزب لیبرال دموکرات جاپان نیست. آقای کشیدیا جاپان را از بحران همهگیری ویروس کرونا بیرون کرد. ولی جانشینش با شارش های روبرو خواهد بود که به عنوان میراث حکومت او تحویل خواهد گرفت. متحد کردن حزب لیبرال حاکم کاهش هزینه های زندگی و کاهش تنش ها با چین از مهمترین کارهای نخست وزیر بعدی خواهد بود سپاسگزارم از اینکه تا پایان این سرویس خبری ما را همراهی کردید تا برنامه بعد وقتتان خوش خدا نگهدار